بازداشت و شکنجه رجب و گلان دمشق که به دلیل تفاوت مذهب و قومیت آسیان خوانده شده است. رجب ابراهیمی و گلندام 15 سال قبل در ولایت بلخ با هم ازدواج کردند و اکنون 4 فرزند دارند. رجب و گلندام با 4 کودکانش و خاله کهنسال گلندام در حوزه امنیتی 5 شهر کابل هنوز محبوس می باشد. این زوج روز جمعه 13 جوزا در حالی که تلاش داشتند به پاکستان بروند در کابل بازداشت شدند و اینک در زندان است. رجب ابراهیم از قوم هزاره و شیعه و گلندام از قوم پشتون و حنفی مذهب است. این دو که اکنون 4 فرزند دارد از ساکنان روستای علنگ دولت آباد ولایت بلخ می باشد. عشق که آسیان خوانده می شود از سوی برادران و اقارب گلندام. برادران گلندام که از اول به دلیل تفاوت مذهب این ازدواج را قبول نکرده و آنان را تهدید می نمود، در سال 2006 پای این زوج را به دادگاه کشانده و در مدتی آنان را پشت میله های زندان انداخت. اما حکومت وقت پرونده آنان را به نفع رجب و گلندام فیصله نموده و آنان را از بند آزاد نمودند. برادران و مردی که نامزد گلندام در 15 سال قبل خوانده بود دست از آزار و اذیت این دو عاشق بر نداشت. فروپاشی دولت پیشین و قدرتگری طالبان کابوس این زوج دوباره از راه می رسد. آنان خانه و دارایی هایشان را در مزار شریف به فروش می رساند و مدتی 9 ماه از برادران گلندام پنهان در کابل زندگی می کنند. اما آنان با تلاش زیاد به دلیل مشکلات اقتصادی از کشور بیرون شدن نمی تواند. نیروهای طالبان روز جمعه رجب گلندام و 4 فرزندشان را از سرای شمالی شهر کابل در حالی که تلاش داشتند به جلال آباد و از آنجا به پاکستان بروند بازداشت نمود. گلندام 4 فرزند و خالش در یک زیرزمین تاریک حبس شده و کودکان این زوج از وحشت گریه می کنند. همچنان در ویدیویی که نشر شده است، گلندام می گوید شوهرش از سوی نیروهای طالبان شکنجه می شود. خبا که در اشتکار پشه که گرمیه، بوجه یعنی ما که جای است که تر در بانش ما تنایم پاکای تو نیست، یعنی می جید. مشت کام اینجا گریه کده شیشت دیگه من چی کار کنم این اشخالی خانه رو سعی کنم یک از نزدیکان رجب ابراهیمی بر رسانه ها گفته است که فرمانده طالبان که مسئول تعقیب و بازداشت این زوج بوده آنان گفته است که ازدواج رجب و گلندام به دلیل تفاوت مذهبی و قومی خلاف شریعت است. و این تصمیم دادگاه دولت پیشین افغانستان در مورد این زوج را باطل خوانده و ادعا کرده است که اکنون حکم شریعت در مورد آنان اجرا خواهد شد. محمد محقق اما در واکنش به این بازداشت ها گفته است که طالبان اهل تشیع را مسلمان نمی دانند یا هم مسلمان کامل نمی دانند. محمد محقق افزوده است که این دو جوان سنگ به خانه خدا نزده بلکه همدیگر را دوست داشته و با هم ازدواج کرده است. این دستگیری از سوی برادران گلندام و نیز مردی که ادعا می کند 15 سال قبل نامزد گلندام بوده است توسط نیروهای طالبان انجام شده است. بازداشت این دو عاشق واکنش های زیاد مردم را در شبکه های اجتماعی در پی داشت. اما هنوز مشخص نیست که حکم شریعت این دو عاشق را پس از 15 سال ازدواج از هم جدا و فرزندانش را بی مادر گرداند یا هم سرنوشت سیاه تری منتظر آنها خواهد بود. قربان علی نوید، تلویزیون بامیان.